سلام دوستای عزیزم، امروز قراره با هم این تهچین مرغ مجلسی و خوشمزه رو درست کنیم، پس با من همراه باشید. مواد لازم: سینه مرغ، پیاز، هویج، سیر، 2 پیمانه برنج، زرشک، روغن مایه، ماست پرچرب، 2 عدد تخم مرغ، زعفران دم کرده، نمک، فلفل سیاه و زردچوبه. واسه شروع کار ابتدا سینه مرغ رو درون آب در حال جوش به همراه نمک 10 دقیقه قرار بدید تا سموم مرغ گرفته بشه. بعد از آب خارج کنید و با آب سرد مرغ رو بشورید. سینه مرغ رو درون قابلمه بذارید و 1 قاشق غذاخوری روغن، پیاز، سیر و هویج، نمک و فلفل سیاه و زردچوبه و مقدار آب گرم بریزید و اجازه بدید تا مرغ پخته بشه. بعد از پخت مرغ، مرغ رو ریشیش کنید و با مقداری کره و زعفران تفت بدید و کنار بذارید. زرشک شسته شده رو هم با مقداری کره و روغن تفت بدید و مقداری شکر اضافه کنید و کنار بذارید. به آب در حال جوش مقداری نمک و برنج شسته شده اضافه کنید و به مدت 7 تا 10 دقیقه زمان بدید. باید دانه برنج نرم ولی مغز برنج سفت باشه. برنج رو آب کشی کنید و کنار بذارید تا برنج سرد بشه. 2 عدد تخم مرغ رو به همراه مقداری زعفران مخلوط کنید. سپس به ازای هر پیمانه برنج 2 قاشق غذاخوری ماست پرچرب و 1 قاشق غذاخوری روغن مایه اضافه کنید. نمک و فلفل سیاه رو هم اضافه کنید و در آخر برنج آبکش شده رو هم اضافه کنید و مواد رو با هم به آرومی مخلوط کنید تا 1 دست بشه. کف قابلمه مورد نظر رو روغن و مقداری زعفران برای خوشرنگ شدن سطح روی تهچین بریزید. سپس 1 لایه از مخلوط برنج رو کف قابلمه بریزید و با قاشق به خوبی فشرده کنید. سپس مرغ تفت داده شده و زرشک تفت داده شده رو روی مخلوط برنج بریزید و کمی فشرده کنید و دوباره مخلوط برنج رو روی مرغ و زرشک بریزید و مجدد فشرده کنید و این مراحل رو دوبار تکرار کنید. قابلمه رو روی حرارت گاز با شعله ملایم به مدت 45 دقیقه قرار بدید تا تهچین آماده بشه. دوستای عزیزم، ممنون میشم اگر کانال منو سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی کنید. لایک کنید، کامنت بذارید و نظراتتون رو برام ارسال کنید. بعد از پخت تهچین اون رو روی 1 ظرف مناسب برگردونید و با زرشک تفت داده شده و خلال پسته و خلال بادام تزئین کنید. این هم از آماده شده تهچین مجلسی خوشمزه ما. نوش جان.